دوستان عزیزم سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. لطفا در ابتدای ویدیو ازتون خواهش میکنم کانال من رو حتما سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله که بعدش بهتون نمایش داده میشه رو بزنید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که من منتشر میکنم زودتر از بقیه قرار بگیرید. در آموزش های گذشته من روش های کسب درآمد از طریق وبلاگ نویسی، از طریق توییتر، از طریق فیسبوک، از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام، از طریق دوبله، از طریق سیستم های افیلیت مارکتینگ یا سیستم های فروش واسطه ای افیلیت ها رو به شما معرفی کردم، از طریق راه اندازی آنلاین شاپینگ توی ایران و روش های دیگری که خب میتونید برید ببینید، از طریق بوکینگ کردن، یعنی شما میتونید سیستم بوکینگ رو راه اندازی بکنید و درآمد خوبی رو توی ایران به دست بیارید و بهتون یاد دادم. آموزش امروز برای دوستانی که در زمینه عکاسی دارن کار میکنن، یعنی دوربین دارن، اونایی که دوربین عکاسی دارن، البته برای دوستانی که در ایران هستن نیست مطمئنا این آموزش، مگر اینکه روزی برسه که تحریم ها از ایران دور بشه و حداقل بتونیم نام ایران رو در خیلی از کشورهای دنیا در وبسایتاشون حداقل ببینیم، یا اگر اسمی از ایران برده میشه حداقل خدمات مرتبط با ایران رو هم ارائه بدن. ان شاءالله که این روز برسه. یا برای دوستانی که در افغانستان هستن، در آموزش امروز من میخوام به شما یک بازار آنلاین رو معرفی بکنم. خب من واقعا باید تشکر بکنم از وبسایت های بازار آنلاین که میتونن خدماتی رو ارائه بدن به افراد. امروز وبسایت کیت اسپلیت رو میخوام به شما معرفی بکنم. کیت اسپلیت یکی از وبسایت های خیلی خوبیه که شما میتونید به راحتی دوربین خودتون رو به بقیه اجاره بدید. وقتی اجاره دادید میتونید از طریق اون کسب درآمد داشته باشید. البته علاوه بر دوربین شما میتونید لنز هم که داشته باشید میتونید لنز رو اجاره بدید. 40,000 تا کاربر توی همین سایت کیت اسپلیت عضون و دارن دقیقا همچین خدماتی رو ارائه میدن، یعنی دارن کسب درآمد میکنن. شما دنبال هر چی بگردید تو هر نقطه ای از دنیا رو که بخوای میتونه برات پیدا بکنی که آیا اونجا همچین چیزی که میخوای وجود داره یا نه. کافیه شما اون چیزی که میخوای رو اینجا سرچ کنی، وقتی سرچ کردی میگی در چه لوکیشنی میخوام، یا اصلا میتونی سرچش میکنی، اصلا من میگم آقا مثلا در لندن ببینیم آیا همچین خدماتی رو کسی میتونه به من بده. ببینید کانون EF $20 روزانه اجاره میده، $50 کانون 60 نیشیکا. ببینید هر چی شما فکر کنید اینجا میاره، به هر جایی که شما فکرشو بکنید برای شما، حتی بر اساس لوکیشن میتونی سرچ بکنی که آیا توی اون شهر یا اون کشورت کسی هست این خدمات رو بده یا نه. من اون کارا رو سرچ کردم، کسی این رو نداره و حالا میگیم افغانستان، در افغانستان کسی توی این زمینه فعالیت نمیکنه. در ایران هم ببینید کسی نیست. خب شما میتونید به عنوان اولین نفرات توی این سیستم وارد بشید، خدمات خودتون رو بیاید اینجا معرفی بکنید، میگه آقا من دوربین دارم، من لنز دارم، من این سرویس، من پایه دوربین دارم، من امکانات دوربین دارم، من امکانات فیلم برداری و فلان دارم، اینا رو میتونم، نور دارم، میتونم تصویر دارم، هر چی بخواد میتونم اجاره بدم. افراد زیادی که میگردن با شما آشنا میشن و از سرویس شما استفاده میکنن به همین راحتی. پس ببینید واقعا پول ریخته، آدم فقط باید یه مقداری وقت بذاره، یه چک بکنه، یه بررسی بکنه تا اون چیزی که میخواد پیدا بکنه و بعد بتونه استفاده کنه. طرف دوربینشو گذاشته برای اجاره روزانه $249 یا مثلا این کانون 5D 85D 5D. خب خوبه، قیمت خوبی، الان تو ایران حدودش 27 میلیون تومان قیمتشه. 4K هم هست، روز $100، روز $25، $50، $80 لنز داره دیگه. شما هرچی فکر کنی توی این وبسایت پیدا میشه، هرچی فکر کنی پیدا میشه، هر چیزی که بخوای سرچ کنی برات میاره. مثلا من میگم 5D سرچش بکنیم ببینیم چه خبره، کیا میدن، کجا پیدا میشه.
$50 میتونیم سورتش بکنیم. سورتش کنیم ببینیم به ترتیب بچینه برامون، ببینیم چه قیمتهایی پیدا میشه. $5,000 یه دونه کواد کوپتر هلی شات دوربین داره، $5,000 هم روزانه اجارشه. خب حتما دوستانی که در ایران هستن میدونن که هلی شات الان ارزون ترین، یا مثلا خیلی اسباب بازی بچه رو بخواد در نظر بگیر، تقریبا هلوش یه تومن تقریبا میشه توی ایران پیدا کرد، ولی دیگه با اون نمیشه کار حرفه‌ای انجام داد. هلی شاتی که بتونی بهش دوربین نصب کنی و فاصله و برد زیادی از لحاظ مسافتی برای شما تصویر بگیره، قیمت‌های خیلی خوبی داره. مثلا شما میتونی اون بگیری همون رو اجاره بدی، یا خیلی حرفه‌ای میشی میتونی به عنوان یه فیلم برداری که میتونه از آسمان هم توی مجالس عروسی، دیگه بدترین حالتشه دیگه، میتونی فیلم برداری تصویر هوایی داشته باشی از تالار عروسی یا خیلی جاها که امکان پرواز توشون وجود و نداره، واقعا میتونید به همین شکل شما استفاده بکنید و این خدمات رو ازشون پول در بیارید. ببین قیمت‌های مختلف، یه طرف دو تا پایه نور رو داره اجاره میده $130. شما هم حتما مواردی رو دارید که میتونید بذارید برای اجاره. خب این وبسایت هم یه وبسایت کسب درآمده، یعنی شما میتونی از طریق این کسب درآمد داشته باشی. حالا درسته برای دوستانی که در ایران، افغانستان یا تاجیکستان هستن یه مقدار سخت شاید باشه، اما برای افرادی که فارسی زبان از سایر کشورها دارن استفاده میکنن، میتونن از این راه هم کسب درآمد داشته باشن. در استرالیا زندگی میکنه، دوربین خیلی خوب داره، میتونه اینجا بذاره برای اینکه اجاره بده و از طریق اون یه درآمد خوب داشته باشه. دیگه توضیحات کاملش رو بهتون دادم، فقط حتما حتما باید عضو شید، عضویت رو فراموش نکنید. و اینکه امیدوارم از آموزش امروز هم استفاده کرده باشید. لطفا بعد از اینکه ویدیو رو دیدید نظرتون رو من بگید، زیر ویدیو نظرتون رو بذارید و اولین کسب درآمد که از این راه رسیدید به منم اطلاع بدید، ما هم خوشحال باشیم در خوشحالی شما و شادی بکنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، موفق باشید. حتما سابسکرایب فراموش نشه، کانال رو حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. شب و روز خوبی داشته باشید، تا ویدیوهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.